سلام، سمیت جان هستم. به کانال من خیلی خوش اومدید، امیدوارم کالتون عالی باشه. دوستان، امروز با یک ویدیو خیلی عجیب و غریب با شما. توی اینترنت یک عکس پیدا کردم. اگه این عکس رو به عنوان عکس پروفایل اینستاگرامتون استفاده کنید و بذارید روی عکس پروفایلتون، پیجتون کلا بسته میشه و محو و نابود میشه و یه طوری بسته میشه که حتی با ایمیل هم نمیشه پس گرفت و کاملا حذف میشه. خیلی عجیبه. توی این ویدیو اول میریم این عکس رو تست کنیم. من یه گوشی دیگه آوردم که گوشی خودم نباشه و پیج 70000 نفری خودم پاک نشه، یه گوشه دیگه آوردم واسه تستش. اول بریم تست بکنیم، ببینیم که آیا واقعا پاک میکنه یا نه. اگه پاک کرد، من دلایلش رو بهتون میگم و در موردش تحقیق کردم. خیلی عجیب غریب و باحاله. فقط قبلش رو ویدیو حتما سابسکرایب بکنید، لایک یادتون نره، مخصوصا اگه دوست دارید از این سبک ویدیو بیشتر بیاد حتما لایک رو بهتره کنید. آقا بریم عکس رو تست بکنیم، من براتون اسکرین رکورد میگیرم. خب دوستان، من روی این گوشی اومدم یه دونه اکانت فیک ساختم، همونطور که میبینید اسمش هم تسته و هیچ فالوور و پست و هیچ چیزی. الان میریم که اون عکس رو بذاریم، ببینیم آیا واقعا پیجمون بسته میشه یا اتفاق خاصی نمیفته و فقط یه شایعه است. خب من عکس رو گذاشتم و اتفاق خاصی نیفتاد. مثل اینکه دوباره لود میکنیم، یه بار دیگه لود میکنیم. خب ظاهرا اوه، عکس اتوماتیک پاک شد. وایسا کودن رفرش چی شد؟ پشمام. خب دوستان، همونطور که دیدید عکس رو برداشت، پاک کرد اتوماتیک و گفت که این عکس در واقع خلاف قوانین اینستاگرامه. حالا من دلیلش رو بهتون میگم و فقط من انتظار داشتم پیجرمو کلا پاک کنه، در حالی که فقط عکس رو برداشت. بریم یه بار دیگه تست بکنیم، ببینیم اتفاق خاصی میفته دوباره. خب دوباره رفرش میکنیم. حاجی چقدر زود باتاش تشخیص میده، خیلی عجیبه. خب دوباره عکس پاک شد و بله دوباره همون اخطار رو بهمون داد و این پایین نوشته عکس رو به خاطر یک طوریه که باعث خودکشی میتونه بشه پاک کردیم. حالا بریم در مورد این داستان حرف بزنیم. فقط من یه چیزی بهتون بگم، این عکس معمولا اگه بذارید پروفایلتون، پروفایل شما رو کاملا پاک میکنه و اینکه مال ما رو پاک نکرد خیلی عجیب بود و در واقع ما شانس آوردیم. نمیدونم، خیلی عجیب بود چون اینو من قبلا تست کردم، پاک کرد کلا پیج رو. خب دوستان، حالا من در مورد این عکس بگم که چیه و داستانش چیه، چرا همچین اتفاقی افتاد. این عکس در واقع یکی از عکسایی که توسط سامل کانینی، یکی از طراحان ماسک گرفته شده و منتشر شده و در واقع این تصویر یکی از ماسکاشه و توی پیجش هم گفته که هیچ ارتباطی با این قضایی که اتفاق افتاده نداره و در واقع حقیقت هم همینه. قضیه اونجای شروع میشه که یک شخصی با نام جاناتن گالیندو این عکس رو میذاره توی پروفایلش و شروع میکنه به دایرکت دادن به بچه‌ها و افرادی که سنشون کمه، اونها رو دعوت به یک بازی میکنه. این قضیه شاید یه ذره به گوشتون آشنا باشه چون بازی یه مثل نهنگ آبی و این داستان هم یه طوری ارتباط داشتن با این داستان و در واقع همین طوری بودن. این بازی هم اینجوری بوده که یارو میره توی دایرکت افراد کم سن و سال و شروع میکنه به دعوت کردن اونا به یک بازی و توی بازی چیا میگه، یک سری کارهای عجیب و غریب ازشون میخواد که انجام بدن. حالا ما زیاد نمیریم توی داستان، ولی مثلا نصف شب میگه اخواب پاشو یا مثلا فیلم ترسناک ببین، برو تو حموم چراغو خاموش کن و از این جور داستانی که حالا ما نمیریم. و خلاصه در انتهای این مأموریت های خیلی ترسناک و وحشتناکی که به شما میده، اتفاقی که میفته شما یا افسرده میشید و از لحاظ روحی ضربات خیلی سنگینی میخورید و یا اینکه به سمت خودکشی میرید و اینم خیلی وحشتناکه. در واقع به خاطر همین داستاناست که باتای اینستاگرام سریع این عکس رو تشخیص میدن و پیج طرف رو پاک میکنن. حالا ما رو پاک نکردن خیلی عجیب بود و ما در واقع شانس آوردیم. این رو بهتون پیشنهاد میکنم که هیچ وقت تست نکنید، ممکنه پیجتون بپره و برنگرده. چون قبلا که من این کارو کردم پیجم کامل بسته شد، حتی یک طوری شد که ایمیلم نمیتونستی بدی و در واقع یک طوری پاک میکنش که شما حتی به ساپورت اینستاگرام پیام بدید به شما میگه که اصلا همچین پروفایلی وجود خارجی نداره و به هیچ شما نمیتونید برگردونید پیج رو. برای همین اصلا پیشنهاد نمیکنم که تست بکنید حتی برای خندیدن. خب حالا دلیل این که ما از این عکس میترسیم چیه و در واقع ذهنمون اون رو توی کاتگوری ترسناک قرار میده چیه؟ این عکس یه طوریه که شبیه صورت انسانه و در واقع مغز ما اون رو یک
صورت انسان در نظر میگیره، ولی چون نمیتونه با استفاده از جزئیاتی که تو عکس هست صورت رو تکمیل کنه، یهو میفته توی 404 ارور میده و ما شروع میکنیم به ترسیدن. در واقع این قضیه است که توی ربات‌ها هم وجود داره. ما وقتی یه رباتی میبینیم که عروسکی خیلی خوشمون میاد، ولی وقتی یه ربات میبینیم که شبیه انسانه ولی یه تفاوت‌های خاصی داره، چشمش مثلا کج، بینیش یه طوریه، مثلا دهنش یه طوریه، کم کم شروع میکنیم به ترسیدن. و در واقع مکانیزمیه که مغز برای تمام اتفاقای مشابه این داستان انجام میده. خب دوستان، این ویدیو همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه دوست دارید از این ویدیو واسهتون بیشتر بسازم، حتما لایک بکنید، سابسکرایب یادتون نره، زنگولرم بزنید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.